سلام ماجرای حمله بوستون با دستگیری جوهر سارانایوف 19 ساله پایان یافت. سرانجام مزنون دوم بمبگذاری مسابقه دوش ماراتون در بوستون آمریکا دستگیر شد. پیش از این مزنون شماره یک برادر 26 ساله جوهر بود که روز پنجشنبه پس از درگیری با پلیس کشته شد. انفجار بمب‌های جاسازی شده در خط پایانی مسابقه دوش ماراتون در شهر بوستون آمریکا جان 3 تن را گرفت و بیش از 170 تن دیگر را زخمی ساخت. آمریکا که برای تامین امنیت ملیش سربازان تا بدندان مسلح خود را به کشورهای دیگر فرستاده است، اکنون تهدیدهای امنیتی برای آمریکا از درون این کشور چقدر نگران کننده است؟ در کنکاش امشب به این موضوع می‌پردازیم. میهمانان در این بحث آقایان احمد شجاع آگاه امور سیاسی، فردین هاشمی استاد رابط بین الملل و عامد صبوری آگاه رابط بین الملل هستند. بسیار خوش آمدید آقای شجاع. با شما آغاز میکنیم. این حمله یا بمبگذاری به این نوع در آمریکا نشانگر چی است؟ اولتر از همه با اظهار سلام و سپاس از شما، چیزی که باید سر از او باید به نظرم تأکید صورت بگیره ای است که دو برادر را که یکیش که کشته شد به نظرم با دیگهش که دستگیر شدم باید بر ما روشن باشه که اینها مظنون هستند تا به حال مجرم نشدن، چون در قانون اساسی آمریکا هست، در ماده 25 قانون اساسی افغانستان، در کل قوانین دنیا می رسم می باشد. این بیانگر عزیز که در 10 سال گذشته تقریبا از 52 و 53 کوشش به حمله که شده و حمله های کامیاب و موفقی که بوده در آمریکا، تقریبا دو سوم از او حمله هایی بوده که از داخل خود آمریکا صورت گرفته و تقریبا یک سوم از حمله های زیادتر اکثرا ناکام از طریق القاعده و بعضی شبکه های دیگه تروریست جهانی بوده. فلهذا از پیامدهای سیاسی از این می باشه که باید آمریکا زیادتر توجه جدی را در داخل خود آمریکا در رابطه با جنگ علیه تروریسم و یا افرادگرایی و یا مشکلات شخصی که زیادتر از این حملات در بر دارن کسایی که حمله میکنن، مشکلات شخصی یا روحی روانی دارن، توجه سر از این صورت بگیره. فکر میکنین چرا آمریکا تا حالا متوجه این نکته نشده که امکان داره تهدید متوجه امنیتش از درون آمریکا باشه؟ بله دقیقا آمریکا متوجه از این شده، اما تا به حال اما فکر میکنین که چه عامل دست را و دست هم میتواند چنین رویدادهای پیش میاد در آمریکا؟ در آمریکا گفتمان سیاسی در رابطه با تهدیداتی که از خود داخل آمریکا شروع میشه، خب به دو چیز متمرکز شده. چیز اول این است که دسترسی به تفنگچه ها و یا مثلا چیزهای دیگه که تأثیری خود بتونن حمله کنن مجرمین و متهمین، و دومی هم این است که تا چی حد اینها آمریکایی ها میخوان که آزادی های شخصی خود را، آزادی هایی که در نهادی نشده در قانون اساسی خود آمریکا، او را قربانی ازی کنن که مسئولتر باشن و از این حملات تهدیدات کمتر ببینن، تا اینکه مثلا پیشینه کسایی که حمله میکنن و دیده شود و به پلیس و قانون کسایی که نافذ قانون آمریکا هستن آزادی های زیادتر داده شود که پیگیری از این پیامدها را کنن. خلاص پس آقای هاشمی، آیا واقعا انجام این گونه حملات تهدید به آمریکا به نوع دیگه است؟ یعنی در دهه دیگه که آغاز میشه مخصوصا در امر مبارزه با هراس افغانی یا القاعده یا توریسم که خود آمریکایی است میشه میگذارن، واقعا یک نوع دیگه تهدید متوجه آمریکاست؟ به نام خدا، با سلام به شما میمونن محترم و بینندگان عزیز. من فکر میکنم که حمله که در بوستون اتفاق افتاد، جدا از بحث های حقوقی که اونا متهم هستند یا مجرم هستند در حوزه، بیشتر فکر میکنم که در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا تاثیرگذاری خواهد داشت. به این مفهوم که حوزه مبارزه با تروریسم به عقیده آرام آرام داره به سمت آسیا مرکزی کشیده میشه، به سمت که قدرت های کلانتر مثل روسیه داره کشیده میشه، و این باستاب من فکر میکنم در آینده پیش رو در حوزه سیاست خارجی آمریکا خواهیم داشت. اگر نگاه کلانتر به موضوع داشته باشیم و صرف یک واقعه مد نظر قرار ندیم، من فکر میکنم اون چیزی که حال داره در سیاست خارجی آمریکا بیشتر خودش نشان میده همو تز یا تئوری جنگ تمدن‌های سامل هانتینگتون است که میخواد اشاره کنه که
تفاوت‌های اساسی که ما بین تفکرات اسلامی و غرب وجود داره آرام آرام داره خودش نشان میده و این خودش یک نوع میشه گفت در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا تهاجمی‌تر خواهد ساخت و در عین زمان برای خود جامعه درونی آمریکا بیشتر دغدغه‌های مبارزه با تروریسم زنده نگاه خواهد داشت. چیزی که میشه گفت بعد از یک دهه جنگ با تروریسم آرام آرام شاید نوعی فرسودگی در حوزه به وجود آمده باشه، ولی چنین تحولات یا چنین وقایعی میشه گفت که نوعی کاتالیزور است در حوزه کسانی که علاقمندی دارن به سیاست خارجی آمریکا در این که مبارزه با تروریسم جدی تر باشه و این حوزه رو گسترده تر بسازن. من باورم بر است که سیاست خارجی آمریکا در دهه‌های پیش رو گسترش بیشتر در حوزه آسیای مرکزی خواهد داشت و عاملی که پای سیاست خارجی آمریکا رو به حوزه باز میکنه بیشتر این مسئله مبارزه با تروریسم خواهد. حالا عامل اصلی رو همونطور که در نخست شما اشاره کردین، جنگ تمدن‌ها شکل میده. ببینید، نوع نگاهی که به این مبحث میشه بعد از جنگ سرد پیچیدگی‌های خاص خودشه داره. میشه گفت که نوعی ارتباطات بیشتر ما بین جهان اسلام و جهان غرب زنده کرده این تفکره که ما باید به جنگ با یک دیگر بریم، اما در جاهایی هم وجود داره که هر کجا نقش اقتصاد پررنگ‌تر شده این جنگ یا این جنگ تمدن‌ها خودش کمتر تونسته نشان بده. هم طرفدارایی داره این نظریه در چی در درون آمریکا چی بیرون از آمریکا و هم مخالفینی. از یک منظر اگر نگاه کنیم اساسات این تفکرات خودی هم جنجال داره و تنش ایجاد میکنه، اما در کشورهای اسلامی ما داریم که تونسته با غرب به تعامل بپردازه و از این تعامل سود کنه. اما در منطقه‌ای که ما و شما زیست میکنیم میشه گفت که جنگ تمدن‌ها خودش با تمام جوانبش داره نشان میده و این ملت‌ها مشخصاً اگر اشاره کنین حالا آنچه که رخ داد در آمریکا عامل اصلیش آنچه است که شما اشاره میکنین؟ من فکر میکنم بک‌گراند فکری دو نفر بیشتر مرتبط است با چنین واقعه، با چنین تفکری، حال سوا از این که اینا اختلالات روانی دارن یا مسائل مشابه از این. ولی من فکر میکنم که از این منظر اگر نگاه کنیم بک‌گراند فکری یا او تفکراتی که نظم میده این افراده بیشتر متاثر از چنین واقعه است، هرچند که به باور من شاید جامعه آمریکا یا سیاستمداران آمریکا نخواهند این مسئله رو به این شکل بیان کنند، ولی برخی واقعیات شاید ضرور نباشه به افکار عامه گفته شه، ولی چنین چیزی رو من برداشت میکنم. خیلی سپاس. آقای صبوری، شما چه فکر میکنین که واقعا چه عاملی باعث شده که یک نگرانی دیگر بر آمریکا به میان بیاره؟ سرجا تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم به دو موضوع اشاره کنم. اولی که موضوع جنگ تمدن‌ها یا تئوری را که سامل هانتینگتون در سال 1996 در کتاب خود چیز کرده بود بیشتر سر از او بحث کرده بود، من فکر میکنم که او یک دید بسیار راستگرایانه داره و بیشتر از یک طبقه بسیار مشخص امریکا که او بیشتر به نیو کنسرواتیو معروف هستن بیشتر از اونها نمایندگی میکرد که در جریان دهه 90 بالاخره دهه اول سال 2000 ای بیشتر به تا یک حد زیاد رد شد. ولی سوال اینه، سوالی است که امریکا فعلا چی مشکل را به چی مشکل رو بده است؟ امور رقمی که جامعه انکشاف میکنه تروریسم هم انکشاف کرده، بنابراین دسترسی به حالا نمیشه آنچه که در آمریکا رخ داد ربطش داد به دیدگاهی را که سامایل هانتینگتون مطرح کرد. بسیار کم من فکر میکنم اگر واقعا جنگ تمدن ها می بود، بنابراین ما باید در یک حالت بسیار وحشتناکتر از این فعلا قرار می داشتیم، بنابراین شاید قسمی می بود که همو گروپ ها و اقلیت هایی که در کشور آمریکا یا در کشورهای اروپایی وجود داره باید زیر امور رقمی که اگر به خاطر داشته باشه در جنگ دوم جهانی زمانی که موضوع پیرل هاربر میشه تمام ژاپنیایی که مثلا در امریکا بودن به زندانا کشیده میشن. بنان ما فکر میکنم اون موضوع جنگ تمدن ها یک تئوری بود ولی به هیچ وجه مطابقت با عصر فعلی جهان نداره. اگر ما فکر کنیم که جنگ تمدن ها قدر موضوع مهم در دهه 90 بود، بنان در اون زمان اگر متوجه خاتمی یک سیاست بسیار نسبی را در منطقه ایجاد کرد که ایجاد را یعنی گفتگوی فرهنگ خارجی بس فکر میکنین که چه عوامل باعث شده که چنین تهدیدی حال متوجه آمریکا باشه؟ ببینید، تروریسم بعد از سال 2001 وقتی که خطر تروریسم بسیار بیشتر شد در آمریکا، چیزی که بسیار تانست تروریسم بیشتر بسازه و خطرش به آمریکا متوجه بیشتر بسازه این تکنولوژی است. یک موضوع تکنولوژی است. دوم امی به می شیوهی که تروریست های انفرادی که هیچ ارتباط به علاقات
یا گروه القاعده و سایر احزاب گروه های تروریستی که در جهان وجود دارن به او هیچ ارتباط ندارن یا در حقیقت خودشان توان یک دیدگاه گرفتن. مثال های بسیار زیاد داریم، میتونم بسیار مختصر از دگرمن حسن که در 13 نفر در پایگاه نظامی فورت هرات در سال 2009 کشته، یا مثلا میتونیم از انور از محمد صدیق از اون هم بگیریم که مثلا در 2005 در 52 نفر در لندن کش، و مثال های دیگه نجیب زازه است مثلا، کسای دیگه هستن که اینا در حقیقت اکثریت از یا ارتباط کدام مستقیم با گروه القاعده نداشتن، بلکه به شکل انفرادی با معلوماتی که اینا در اختیار داشتن یا به مو ذهنیتی که اینا داشتن اونا رفتن و یک عمل تروریستی رو انجام دادن که چه ارتباطی بسیار مستقیم با علاقات تروریستی نداره. ولی باید دید که چقدر پالیسی دولت آمریکا در 10 سال گذشته در کشورهای مثل افغانستان، عراق، شرق میانه این چقدر تاثیر منفی بالای اذهان مردم گذاشته که یکی از عوامل اساسی از اینمی است. حالا فکر میکنیم که اگر شما به گزینه دوم بیشتر تاکید دارین که رشد دیدگاه هراس افغانانه در درون آمریکا یا در سراسر جهان، در آمریکا پس از سال 2001 چه چیز زمینه را مساعد ساخت که خب افرادی به صورت انفرادی دست به چنین کارهایی بزنند؟ ببینن این یک دید شخصی است، انگیزه بسیار مختلف میتاده میشن، مثلا بود زندگی کردن بعض افراد، تاثیر محیطی که اینا در یک محیط قبلا از آمدن به امریکا زندگی کردن یا با محیطی که در امریکا اینا سر کار دارن. مثلا اگر شما متوجه باشین تیمرلن کسی که کشته شد گفته میشه که مثلا تا حد زیاد با کسایی که از سنفیاش از گروپ امریکایی بودن روابط بسیار خوب نداشت، فکر میشه میگفت که من دوستای امریکایی ندارم. پس اگر این مشکل وجود داشته نمیشه ربطش داد برای انکشاف دیدگاهی که بیشتر ربط میگیره برای القاعده و کسانی که من فکر نمیکنم. ما مثال های بسیار زیاد داریم که افراد جوانه که هست، اگر مثال خوب از افغانستان ما بتیم که به امریکا رفتن تحصیل کردن، روابط در محیط بسیار به سادگی تانستن که رشد کنن و دوستای مختلف و هیچ نوع موضوعی مثلا در 10 سال گذشته اگر ما ببینیم، ما غیر از نجیب زازی مثلا دیگه هیچ مثال یا افغان را نداریم که در امریکا زندگی میکرد، ولی هیچ مثال دیگه ما نداریم که ما به او رفرنس کنیم و بگوییم که یعنی موجودیت روابط و ذهنیت هایی که در افغانستان وجود داشت تاثیر مستقیم بالای از او کسا داشت که در امریکا رفتن و دست به اعمال تروریستی زدن. هیچ رابطه مستقیم بین ازیا دیده نمیشه. آقای اوشنگ سنیوری استاد دانشگاه در کانادا نیز روی خط با ما هستن. آقای حسنیاری اگر صدای مرا با خود دارین، میشه شما هم دیدگاهتان را مطرح کنین که چه عاملی باعث شده که چنین عملات یا چنین بمگذاری های صورت بگیره در آمریکا؟ بله، با سلام خدمت جناب عالی و بینندگان و مهمانانتون. ببینین این مسائل هنوز که بایستی منتظر مون تا اینکه روشن بشه و وضعیت از چه قرار بوده، چه انگیزه باعث چنین عملی شده. منتها قبل از این که به نتیجه گیری بکنیم در ابتدای امر، بایستی به چند مورد اشاره کرد و به چند واقعیت در کشورهای غربی. یکی این که بسیاری از عواملی که در داخل این کشورها وجود داره، حالا یا تبعیض هست یا برداشت کسانی هستند که از کشورهای دیگر با پیشینه ذهنی دیگری وارد آمریکا شدن و یا کشورهای اروپایی، و همچنین تأثیر هم نوعان خانواده، اینها از عواملی هستند که میتونن تأثیرگذار باشن بر ذهن جوانان و اینها رو به راه‌های مختلف بکشونن. در مورد اخیر بایستی گفت که بخصوص جوان دومی که حالا دستگیر شده، جوان 19 ساله، این طبق شواهدی که از گفته‌های دوستان آمریکایی نزدیک این جوان به دست میاد، مبنی بر این است که این فرد کاملا فرد عادی بوده، نظیر بقیه همشاگردی‌های خود، و در نتیجه هیچ کس هرگز فکر نمی‌کرد که این شخص به چنین کاری دست بزنه. من تا بایستی دید که آیا واقعاً انگیزه ای که باعث دست زدن به چنین جنایتی شده انگیزه ای داخلی است، آیا تحت تاثیر عواملی صورت گرفته، آیا خانواده این امر، آیا این جوان، آیا ذهنیتی که در گذشته داشته، آیا
اطلاعاتی که از طریق اینترنت به دست می آورده و به تدریج به این وضعیت رادیکال کشیده شده و در نتیجه عوامل مختلفی میتونن باعث این شوند که کسانی که کاملا در جوامع غربی به قولی جذب و ذوب در این جوامع شدن به راه‌های دیگری بروند که اکثریت این جوامع به اونها راه ها نمی‌روند. منتها اگر اجازه بدهید در مورد برخورد تمدن‌ها، جنگ تمدن‌ها که اشاره شد، بایستی گفت که اگر به وضعیت کشورهای اسلامی نگاه بکنیم و دیدگاه هانتینگتون رو در این قالب ببینیم، به طور قطع ما بیشتر در بین در میان کشورهای مسلمان مشکل داریم تا این مجموعه این کشورها با دنیای خارج. آقای اسنیوری، چقدر فکر میکنین پس نکته دومی را که یک از مهمانای ما اشاره کردن که رشد فعالیت‌های القاعده و گروه‌های تروریستی میتونه که اثر جدی داشته باشه؟ ببینید، بعضی که از مهمانان محترم شما اشاره کردن که القاعده، یعنی اون نطفه اصلی و مرکزیت القاعده به رهبری بن لادن و الزواهری و دیگران، اون به اعتقاد من کارایی خود را از دست داده. گروه های مختلفی که در افسانه‌نگاری به جهان به وجود اومدن، اینها به می شود گفت که الهام گرفتن از اون ایده کلی القاعده که مبنی بر این بود که جهان اسلام تحت حمله است و به وسیله غرب و بایستی در مقابل حملات غرب از خود عکس العمل نشان داد، بایستی این حملات رو نه تنها دفع کرد که بر کشورهای غربی غالب شد. این ایده ای است که واقعا وجود داره و هیچ ارتباط مستقیمی هم با خود القاعده نداره. اشاره کردن به موارد مختلف در لندن، در مادرید، در از جمله در اینجا در آمریکا حدود 22 جوانی که بیشتر از پاکستان یا ریشه های فامیلی پاکستانی دارن در نزدیکی تورنتو در کانادا، اینها طراحی میکردن، تحریزی میکردن که به عملیات تروریستی دست بزنن. خب این افراد بیشترشون متولد کانادا هستند و میشود گفت که الهام گرفتن و یا اینکه در سفرهایی که احتمالاً به پاکستان داشتن در اونجا تحت تأثیر تبلیغات گروه های رادیکال پاکستانی بودند و زمانی که به کانادا برگشتن خواستن به اصطلاح این ظلم و ستمی رو که به وسیله غرب بر کشورهای اسلامی وارد شده و میشه اون رو دفع بکنن و یا در مقابل اون قد علم بکنن. خیلی سپاس. بنابراین القاعده به خودی خود به اعتقاد من هیچ محلی از اعراب در این مشکلات نداره و اینها بیشتر الهام گرفته از اون ایده القاعده هستن بدون اینکه واقعا ارتباطی منطقی بین واقعیت گفتار القاعده و واقعیت جامعه و جوامعی که در اونها زندگی میکنند داشته باشند. آقای اسنیوری، به شما برمیگردیم. آقای شجاع، چقدر فکر میکنین که خب توجه بیش از حد آمریکا به خاطر حفظ امنیت ملیش خارج از جغرافیای آمریکا باعث شد که چنین حمله صورت بگیره؟ خب شما مشاهده کردین که تهدید داخلی هم یک تهدید جدی بر آمریکا بوده میتونه. بله، اما پیش از اینکه آدم نتیجه گیری کنه، مخصوصا پیامدهای پالیسی از این واقعه المناک باستان را، باید با دو چیز بسیار که نکته مهم هستن مبهم هم هستن باید آدم بس بپردازه. اولی که آیا اینها انگیزه از اینها چی بوده؟ آیا انگیزه از اینها سیاسی بوده، تروریستی بوده، انگیزه شخصی بودن؟ چون بسیاری بیشتر از حملاتی که در 10 سال گذشته در آمریکا صورت گرفته، کسایی که شخصا حمله کردن، جوانهای 20 چند ساله و 30 چند ساله و مثلا 18 ساله، زیادترشون مشکلات شخصی داشتن و مشکلات روحی روانی داشتن. آیا انگیزه از این دو برادر همچنین هم بوده یا خیر؟ حالا شما چی فکر میکنین که انگیزه چی بوده؟ اینجا تقریبا سه دیدگاه مطرح شد: تبعیض، جنگ تمدن‌ها و فعالیت گروه‌های عراس‌افکنی.
بله دقیقاً و نکته دوم را که باید سر از اون من اشاره میکردم این بود که آیا اینها وابستگی به کدام گروه دارن و یا تنها الهام پذیر بودن از گروه های تروریستی مثل القاعده و یا کسای دیگه مثل انور الاولاکی که یک از دوستان در اینجا اشاره کردن که یک مجله را در اینترنت پخش میکردن آیا اینها الهام پذیر بودن و یا مستقیما وابسته به القاعده بودن و این دو چیز انگیزه از اینها یا شخصی بوده یا تروریستی بوده و یا این که اینها الهام پذیر بودن یا مستقیما مرتبط بودن با القاعده فی الحال بر ما روشن نیست فلهذا چون این دو نکته بسیار مهم و مبهم است فلهذا پیامدهای سیاسی ازیکای آمریکا قدمهای بعدی را نسبت به و تهدیدهایی که از داخل خود خاکشان است در آمریکا زندگی هم کردین اوضاع را از نزدیک میدونین اکثرا عوامل این گونه عملات در چی میباشن خب دیدگاه ها فرق میکنه در داخل خود آمریکا هم دیدگاه ها فرق میکنه جناح مثلا چپگرا جناح دموکرات و یا مثلا جناحی که به اصطلاح خود آمریکای پروگرسیو یا لیبرال میباشن این که یکی از ایده های اصلی اینها مثلا بسیار به آسانی دست آوردن تفنگ ها میباشه که بدون کدام مشکل میتونن مثلا بخرن و تفنگ تا ببرن مشکلات شخصی خود را نه از طریق پلیس و کسایی که نافذ قانون هستن بلکه از طریق شخصی خودشان حل کنند این هم میباشه و ایده دوم دیگه این میباشه که مشکلات شخصی آنچه را که اشاره کردین برمیگرده به قانون آمریکا برای خرید اسلحه اما فردی که از اسلحه استفاده میکنه تجربه چی را نشان داده در گذشته که روی کدام انگیزه از این اسلحه استفاده شده بله روی انگیزه های شخصی هم بودن مثلا کسایی بودن که جناهای انارکیستی بودن که واهم حملات صورت دادن و کسای دیگه هم بودن که مثلا مشکلات ایدئولوژیکی داشتن در داخل خود آمریکا و کسای دیگه هم بودن و ای که شخصا خودشان مشکلات روحی داشتن مشکلات روانی داشتن در جامعه که زندگی میکردن در او جامعه خود را جایگاه خود نتونستن که بسازن از این انگیزه هم داشتن که حملات صورت دادن اما ای که مشکلات قوانینی آمریکا پلیسی خود آمریکا در رابطه با بدست آوردن تفنگچه ها و در رابطه با فراهم سازی کمک روحی روانی برای کسایی که مشکل دارن هم تاثیرگذاری بسیار مستقیمی داره روی جنایت آقای هاشمی آنچه را که شما اشاره کردین که میتونه از عامل اصلی باشه جنگ تمدن ها مدیدگاهی را که سامایل هانتینگتون مطرح کردن اینا مردود دانستن گفتن که عامل دیگه بیشتر میتونه نقش داشته باشه از مشکلات روانی گرفته تا تبعیض و فعالیت های بیشتر گروه را صف کرد ببینید بحثی که من مطرح کردم در یک حوزه کلان بود و صرف به حادثه تروریستی بوستون ارتباط نمی گرفت مجموعه مسائل مطرح میکرد و وقتی که ما بحث هویت وارد این مبحث میکنیم به همین که خود شما چنین میزگردی داره ایجاد میکنین بحث در واقع به این ارتباط میدم که بحث هویت هست در اینجی اگر او کسانی که حمله را انجام داده بودند چچنی تبار نمی بودند و مسلمان نمی بودند من فکر میکنم خود برگزاری همین میزگردی هم که ما و شما دوره ششتی معری از اعراب در تلویزیون شما ندیشت او برداشت یا در واقع تفسیری که از این رفتار میشه چی ما خواسته باشیم چی نخواسته باشیم به عقیده ما چی در جامعه آمریکا و چی بیرون از او بحث هویت مطرح میکنه چی آدم ها بعدها اثبات کنن که تکلیف روانی داشتن یا کدام موضوع دیگری بوده است بحثی که من مطرح کردم در خصوص جنگ تمدن ها که به عقیده ما به درد یا منافع کشور ما هم تامین نمیکنه و یه طرفدار دیدگاه نیستم برخی واقعیات داره مطرح میکنه که این واقعیات ارتباط میگیره به اساساتی که در این تفکرات وجود داره اگر گفته میشه که القاعده به عنوان نمادی جنگ تمدن ها در اوایل قرن 21 داره ظهور میکنه و این تضعیف شده است اما به این مفهوم نیست که این الهام دهنده نیست بحث دولت ها شد درست است دولت های اسلامی مشکلی با جهان غرب ندارن در حال تعامل هستن اما بحثی که خود هانتینگتون هم در تز خودش داره مطرح میکنه بحث هویت است و این هویت ها فراملی هستن این هویت ها بر اساس تمدن تعریف میشن و هیچ کشوری از اون نمایندگی نمیکنه در حوزه جهان اسلام اما این هویت های یک پارچه در اقصا نقاط جهان میتونن خودشان رو نشان بدن برداشته که به عقیده آمریکایی از این رفتار میکنن ایست که برشان هنوز جنگ با تروریسم خلاص نشده است به عنوان یک واقعیت در جهان امروز وجود داره و ای که افراد که گفته شده در این حمله نهایتا اگر اثبات هم بشه که تکلیف روانی شده من فکر میکنم از اصل مسئله هویت در آمریکا چیزی رو کم نمیکنه و این نشان دهنده اتضاد است حالا یک بحث دیگر مسئله مبارزه با القاعده است که اینجا آمریکا در گام نخست قرار داره اگر اینطور مطرح کنیم که آیا
واقعا توجه بیش از حد آمریکا خارج از جغرافیای آمریکا باعث چنین حمله با وجود آمدن چنین حمله شده؟ ببینید، من فکر میکنم که اگر در یک فرایند کلان به موضوع نگاه بشود، او تفاوت هایی که ما در اساسات داریم روز به روز داره خودش بیشتر نشان میده و اگر غرب میخواهد در مبارزه با تروریسم موفق باشه، به عقیده من همراه ساختن به گذار از فقر در جوامع مثل افغانستان و کسانی که الهام میدن در این منطقه، کسانی که چچنیایی که مثلا در آمریکا هستن، او کمک میکنه. اما بحث اساسی به عقیده من ایست که اگر ایالات متحده آمریکا در دههای پیش رو میخواهد برای قدرت های دیگه مثل روسیه، چین و اینا فانکشن کارکرد داشته باشه، بحث مبارزه با تروریسم به کشور کمک میکنه. اما بحث بر سر عزیز که آیا میشود تفکراتی که القاعده داره رواج میده، هرچند که این گروه از لحاظ سازمانی تضعیف شده است، تفکراتی که این گروه رواج میده تاثیرگذار نیست در جهان اسلام؟ به عقیده من هست، چون آپشن یا الگوی دیگری که غرب بتونه در مقابل از این برای جهان اسلام، خصوصا در مناطق بحرانخیز مثل افغانستان ارائه کنه، تال نتونسته در حوزه ارائه کنه و این مشکلات به دنبال خودش میاره. خیلی سپاس. همکاران ما اشاره میکنن که وقفه داریم. پس از وقفه این بحث همچنان ادامه دارد. باز هم خوش آمدید. آقای صبوری، شما چه فکر میکنین که در درون آمریکا چه عوامل باعث شده که آمریکا از درون خودش تهدید شود؟ یعنی تهدید به وجود بیاید که در خود آمریکا، که آمریکا فراتر از مرزهای خود میخواد اون تهدید را رفع کنه. این تهدید سابق وجود داشت، تهدید در داخل آمریکا از جانب گروه های مثلا تروریستی و یا افراطی یک چیز نو نیست. از زمانی که اگر امریکا... بیشتر به کارکرد خود دولت آمریکا اشاره داشته باشین، خب در خارج از مرزهای خود اینقدر توجه میکنه، چطور این چنین عمله را یا برش اجازه داده میشه یا که خب نمیتونن کشف کنن؟ ببینین، یک چیزی که بسیار مشکل است این است که اگر ببینین مثلا خود تیمورلن که بود در چند سال گذشته، همون رقمی که مادرش در یک مصاحبه با بی سی و سی ان ان گفت، از سالا به ایسو اف بی آی با فامیل عزیز در تماس بود و خود تیمورلن هم همیشه چند بار از طرف اف بی آی خواسته شد و همراه ازو به اساس معلومات که یکی از کشورهایی که نامش ذکر نشده به اف بی آی داده شده بود، از مورد بررسی قرار گرفت و ازش سوالای شد که متاسفانه اونا کدام لینک و یا کدام ارتباط بین تیمورلند و یا کدام گروه توریستی و چیز نیافتن، که این بسیار مشکل است بعضی وقت که ما بتانیم تمام معلومات درباره یک شخص پیدا کنیم، خصوصا در اون حالت که بعض جوانایی که میان چی چیز آمریکا را با مشکل مواجه ساخته. آقای شجاع بیشتر اشاره کردن که یک مشکلی که میشه روش انگشت گذاشت قانون فروش اسلحه در آمریکا است. یکی از موضوعات است. من فکر میکنم بیاین که ببینیم که در 10 سال گذشته سیاست خارجی آمریکا چقدر تانسته این موضوع را متاثر بساده. مداخله آمریکا در عراق، مداخله آمریکا در افغانستان، مداخله آمریکا در بعضی کشورهای دیگه خصوصا شرق میانه، وجود اساکر آمریکا در کشورهای عربی که باعث ایجاد زمانی که آمریکا بیش از حد خارج از مرزهای خود توجه میکنه، کمتر به خود در درون رسیدگی میکنه. به هیچ وجه، به مو اندازه که به بیرون از توجه کرده، به مو اندازه بعد از 2001 به داخل هم توجه کرده. ایجاد وزارت امنیت داخلی یا هوملند سکیوریتی یکی از کارهای یکی از وظایف عمده از این است که تا چه حد میتونه خطر را که از بیرون از مرز میای داخل امریکا میشه چطور از جلوگیری کنه. یک یعنی قدم بسیار جدی بود در سال 2001 که تانست تا حد زیاد مشکلات امریکا را، ولی به هیچ وجه ببینین اما اندازه که مشکل یعنی قیودات زیاد میشه، به اون اندازه میتودهای نو ایجاد میشه، به اون اندازه که ما میبینیم تروریسم انکشاف کرد، طریقه تروریزیشن تا چقدر زیادتر شده، تا چی دینا تانستن که از شیوه ها و میتودهای نو استفاده، به اون اندازه شیوه های استخباراتی هم تفاوت میکنه. من فکر میکنم بسیار مشکل است به این روندی که ما پیش میریم، با وجود اینکه مثلا وزارت امنیت داخلی امریکا تانست که جلو ورود از این را بگیره وارد داخل امریکا، شما نمیتونین که تمام میدیا را سانسور کنین، نمیتونین که دسترسی به اینترنت و معلومات را که در اینترنت وجود داره شما از او چیزی که و تمام ویدیو کلیپ هایی را که وجود داره، مثلا ببینین در عمله فورت هود که در امریکا 13 نفر یکی از عساکر از او کشت، پیش از اینکه عمل اجرا کنن دوباره تاکید کنن مخصوصا آمریکایی ها بر از اینکه دیگر القاعده
اونطوری که پیش از سال 2001 بود دیگر تهدید بر آمریکا نیست. ببین تهدید صرف القاعده نیست. زمانی که رهبر القاعده کشته شد رئیس جمهور اوباما چنین حرفی را مطرح کرد. ببین با کشتن اسامه بن لادن شما نمیتونین گفته که میشن اکامپلیش به ایمانا که یعنی دیگه خطر تروریسم در جهان وجود نداره به هیچ معنا. به مو اندازه‌ای که مثلا شاید خطر از طرف القاعده کم شده باشه گروپ‌های دیگه در کشورهای مختلف و اسامه بن لادن‌های دیگه در کشورهای مختلف به وجود آمده که اونا در حقیقت الهام میتن و با ویدیوهایی که اینا دارن با خطبه‌هایی که اینا در مساجد و در معازر عام دارن با نوشته‌هایی که اینا میکنن که تمام از این به شکل بسیار نرمال در وبسایت‌ها و در رسانه‌های موجود است و هر کس میتونه به شکل بسیار عادی به اون دسترسی پیدا کنه و اون یک چیز یک پدیده بالاخره نیست که ما اینو کنترل بتانیم. و ای که در داخل آمریکا میشه بیشتر هم رقم قبلا اشاره کردم این بیشتر یک پدیده شخصی است که بعضی کسا نظر به عقده های شخصی که دارن نظر به عقده هایی که در جای قبلا زندگی کردن و یا محیطی که اینا زندگی میکنن و دوم در گروپ های مختلفی که اینا زندگی میکنن در خود آمریکا بخاطر در خود آمریکا اگر شما پانتونا رو در نظر بگیرین گروپ های بسیار مختلف امراتی است هم گروپ های افراطی مثلا مسلمان است و هم گروپ های افراطی یهودی و یا مثلا عیسوی هستند که اینا در قد ببینین گروپ های مختلف در اونجا وجود داره آزادی بیان است اینا میرن و افراد مختلف جذب میکنن درن هر کسی که بلاقمندی داشته باشه در اون گروپ ها با سادگی جذب میشه و نظریات از اونا رو تا حد به خود میگیره این بسیار مشکل است که شما بتونید پدیده را کنترل کنید سال بعد این سو در آمریکا زندگی میکردن آقای صبوری چقدر فکر میکنین که زمینه بر رادیکال شدن در آمریکا مساعد است تا چنین کارای انجام اول بسیار کوتاه این موضوع فردی است دوم چیزی که مربوط با تیمورلند ارتباط میگیره ای است که تقریبا به سال گذشته 6 ماه به روسیه رفته بود و البته بسیار مشخص نشده که بر روسیه بر چی رفته بود آیا کدام ارتباط داشت به خاطر کدام ترنینگ رفته بود یا به خاطر کدام روابطی که قبلا با فکر کنیم گروپ های مختلف که در چچنیا و در روسیه فعال هستند با امرای از اونها داشت این یک چیز است که هنوز ثابت نشده و ما گفته نمیتونیم ولی چیزی که مهم است ای است که بعضی مثلا ما مدارک در دست داریم که مدارک نشان دهنده از این میتا که شاید خود تیمورلند یک نوع انگیزی داشته باشه قبل از اینکه به امریکا به دوام ای که برادر خود مثلا ترغیب میکنه یک در تمام جهان یک چیز معمول است که برادر خود بعضا تعقیب میکنه چیزی که برادر بزرگ میکنه بعد گپای اونا گوش میکنن یک پدیده بسیار چیزی است در عملیات 11 سپتامبر 6 نفر از کسایی که عملیات اجرا برادر بودن بران یک چیز طبیعی است وجود داره از خیلی سپاس آقای حسن یاری رئیس جمهور چچن آمریکا را متهم ساخت به تروریست شدن این دو فرد چقدر موافق این حرف هستین این حرف بی ارتباطی است به اعتقاد من با این مسئله و حرف نادرستی است به خاطر اینکه اگر نگاه بکنیم به تاریخ در 10 سال گذشته بحران در چچن کشورهایی که به روسیه در مورد ظلمی که به مردم چچن روا داشته مسکو این حرفا بیشتر از جانب کشورهای غربی به خصوص آمریکا مطرح شده که فشار می آوردن در گذشته به دولت روسیه تا اینکه رفتار مناسبتری با مردم چچن داشته باشه کسی که امروز بر سر کار به عنوان رئیس جمهور چچن دست نشانده مسکو است این امر واضحی است و امری عادی متاسفانه در روسیه در نتیجه سخنان این چنین چندان سخنان معتبری نیستند به خاطر اینکه از واقعیات به کلی به دور هستند و بایستی زمانی که این صحبت مطرح میشه بایستی که ایشون توضیح بده به چه معنایی است که آمریکا حالا اونا اشاره میکنن که عمل کرده از اینا را نمیشه به حتی شبه نظامیان چچن رب داد چون این دو فرد از کودکی در آمریکا بودن و اونجا بزرگ شدن به می خاطر هم فکر میکنن که آمریکا متهم است بله خب ببینید آمریکا بهشت بر این نیست واقعیت اینه آمریکا کشوری است که دارای مشکلات زیادی است آمریکا کشوری است که دارای امتیازات بسیار زیادی هم هست اگر نگاه بکنید به عنوان نمونه کسانی که در آمریکا موفق شدن بسیاری از این بیشتر اینها مهاجرین حدود 20-30 سال گذشته بودن در نتیجه بستگی داره به این که شخصی که وارد آمریکا میشه در چه شرایطی وارد بشه در چه محیطی وارد بشه با چه کسانی رابطه داشته باشه و چه هدفی رو دنبال بکنه به همین خاطری که میبینیم امروز به عنوان نمونه در سازمان ناسا بسیاری از مهندسین معتبر و دانشمندان ارزشمند
این مجموعه کسانی هستند که از که بعضی از اینها از کشورهای خاورمیانه رفتن، کشورهای مسلمانی نظیر ایران. در نتیجه آمریکا این نیست که واقعا یک کشور تک صدایی باشه، یک کشوری باشه که همه دارای یک بینش باشن. مسئله ای که شاید در این مورد مهم باشه تا حدی این هست که از زمانی که این دو جنگ افغانستان و عراق رو جورج بوش بر ملت آمریکا تحمیل کرد و بعد بحران اقتصادی که در سال 2008 شروع شد، اینها فشارهای بسیار زیادی بر سیستم آموزشی، سیستم اقتصادی، اجتماعی، برنامه‌های اجتماعی آمریکا وارد کردند که باعث شدن تا حدی دولت آمریکا، دولت فدرال آمریکا و بعد دول ایالتی اینها توان مالی لازم رو نداشته باشن که به عنوان نمونه به مدرسه ها بهتر برسن، به گروه هایی که نیازمند هستن بهتر برسن. در مشکلی که در آمریکا وجود داره از این ناشی میشه، به خاطر اینکه خب در آمریکا همونطوری که مطلع هستین دو فکر غالب وجود داره، که یکی محافظه‌کاران هستن که بیشتر طرفدار این هستن که دست گروه‌ها و سازمان‌ها رو با مردم رو بایستی باز گذاشت برای اینکه به هر راهی که می‌خواهند بروند، و گروه دیگری که بیشتر دموکرات‌ها هستن اینها بر این عقیده هستن که دولت مرکزی مسئولیت‌های مهمی در قبال مردم. در مورد امنیت آمریکا، به خاطر حفظ امنیت ملی آمریکا، شما شاید هستین که این کشور خارج از جغرافیای خود سربازان تا به دندان مسلحی دارن. حالا که از درون آمریکا چنین حمله یا در درون آمریکا چنین حمله صورت میگیره یا چنین بم گذاری صورت میگیره، شما ضعف های را متوجه آمریکا میسازین؟ ضعف بیشتر از این مسئله ناشی میشه که این حضور در خارج، به خصوص این دو جنگی که به اونها اشاره شد، اینها هزینه های بسیار سنگینی رو بر آمریکا تحمیل کردند. منتها بایستی گفت که آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت نظامی جهان امروز در اقصانقاط جهان همونطوری که شما اشاره کردین حضور داره. این حضور رو بایستی در هر نقطه‌ای واقعا در اون قالب اون منطقه قرار داد. به عنوان نمونه حضور آمریکا در شبه جزیره کره متفاوت هست با حضور آمریکا در اروپا و یا حضور آمریکا در خاورمیانه. در نتیجه اینها رو اگر که از هم جدا بکنیم، می‌بینیم که در بسیاری از موارد دولت‌های کشورهای این مناطق هستند که فشار بر آمریکا وارد می‌کنن که نیروهای خود رو در اون مناطق نگه داره. به عنوان نمونه در منطقه خاورمیانه نزدیک شما در افغانستان هستن به کشورهایی که از آمریکا خواهان این هستن که بمانند و از این کشور، از این رژیم ها در مقابل یا کشورهای رژیم های خارجی و یا حتی در مقابل مردم خود دفاع بکنند. در کره شمالی، در مسئله کره شمالی این وضعیت خیلی روشنتر نشون داده میشه. در نتیجه این واقعیت ها هست، اون تا در داخل آمریکا هم به تبع مشکلات دیگری هست. اگر نگاه بکنیم به تاریخ بشریت، میبینیم که هر زمانی که قدرت بزرگی در هر منطقه ای وجود داشته، این قدرت نیروهایی رو به تبع در خارج، در مناطقی که صاحب نفوذ بوده نگه میداشته برای حفظ حضور خود، حفظ نفوذ خود. در آمریکا هم در این مورد مستثنا نیست. زمانی که شوروی وجود داشته چون این وضعیتی بوده. حالا فکر میکنین که چه تغییر میکنه در آمریکا زمانی که متوجه میشن که تهدید از درون هم متوجهشون است؟ بله، قسمی که شما اشاره فرمودید، چون تهدیدها و حملاتی که صورت گرفته، مخصوصا حمله در شهر بوستون در ایالت ماساچوست آمریکا داخلی بوده، فلحاظ پیامدهای پالیسی سازی خود آمریکا هم شاید داخلی باشه، به احتمال قوی داخلی باشه، تا اینکه تغییرات را در سیاست خارجی آمریکا داشته باشه این حمله آخری در شهر بوستون. ببینید، فعلا گفتمان بسیار داغ هست در عرصه سیاسی خود آمریکا، که از اون جمله یک از گفتمان های قانون مهاجرت خود آمریکا میباشه که فعلا 12
میلیون کسای میباشند در خود آمریکا که بدون کدام مدرک و اسناد در اونجا هستن. امرای اینا چی باید کرد و امرای کسای دیگه که از این باد خواهد آمدن در آمریکا چی باید کرد و این که این دو نفری که در اینجا آمده بودن به عنوان مهاجر آمده بودن که گرین کارت گرفتن و بعدن هم سیتیزن، یعنی شما فکر میکنین که در قانون مهاجرت در آمریکا چیز تغییر میکنه؟ در قانون مهاجرت حتما تاثیرگذاری خود را خواهد داشت، چون میخوان که قانون مهاجرت را یا تضمین میکنن آنچه را که آمریکا میخواه انجام بده چی است؟ در از هر لحاظی که فکر میکنن میتونن جلوگیری کنن از چنین حملاتی در آینده، از هر لحاظی که حتما طبیعی است که میخواه آمریکا از چنین حملات در آینده جلوگیری کنه. بله، حالا به خاطر جلوگیری میخوان چه کارهایی انجام بدن؟ ببینید، چیز قسمی که گفتم فعلا انگیزه از اینا مشخص نیست و وابستگیشون مشخص نیست، ولی هازا آمریکا تا به حال نتونستن که پیامدهای سیاسی از ایران مشخص بسازن. حال بسیار بسیار وقت است مثلا به اصطلاح که این چیزا رو مشخص بسازن. و پیامد دیگه داخلی آمریکایی خود بود که فعلا گفتم بسیار داغ است در داخل خود آمریکا که بودجه نظامی و امنیتی خود آمریکا چه قسم باشه. فعلا همگی تقریبا به یک نقطه تفاهم رسیدن که تقلیل حالا بین جداگانه بحث کنیم، اگر انگیزه به خاطر تبعیض بوده باشه چه کاری صورت میگیره؟ اگر در اثر فعالیت های القاعده چون این کاری صورت گرفته باشه چی میشه؟ و اگر هم مشکل روانی داشته، به اثر مشکل روانی این حمله صورت گرفته چی میشه؟ بسیار بسیار وقت است که آدم سر انگیزه و مثلا مشکلات از این آدم صحبت کنه، اما اگر اما بیشتر اشاره شد که خارج از این سه نکته نیست این کار. اگر واقعا مشکلات روانی داشته باشه باید آمریکا سرویس ها و خدمات روانی رو برای کسایی که مخصوصا کسایی که از خارج میان در اونجا، کسایی که مثلا در سنای بسیار خام هستن که شخصیت از اونها شکل گیری میشه، مشکلات بسیار ذات اجتماعی را دارن، برای اونها خدمات صحی و روانی و روحی را فراهم بسازن. اگر یا مثلا یا وابسته به گروه های تروریستی القاعده و غیره بوده باید داخل هم پیامدهای سیاسی خود داشته باشه و در خارج هم. اما فعلا چون که ما میبینیم سیاست ضد تروریستی آمریکایی فعلا قسمی که در 10 سال گذشته بودن مثلا سرباز بفرستن در عراق یا سرباز بفرستن در آمریکا این بسیار تغییر خواهد کرد. فعلا سیاست نظامی ضد تروریستی آمریکا مبنی بر درون ها می باشه. حالا اگر اون نکته را که شما بیشتر بالایش تاکید داشتین، مسئله تبعیض، اگر این مشکل اصلی باشه آمریکا چه کاری انجام خواهد داد؟ اول خب باید آدم ذکر کنه که تا به حال مشخص نیست که موجب تبعیض موجب از این حمله بوده یا خیر. اما اگر تبعیض هم بوده باید آمریکا به حیث یک جامعه باید یک خودنگرانی بسیار بسیار عمیق کنه تا که چه باعث از این میشه که مثلا یک جوانی که ورزشکار میباشد، جوانی که از نگاه درسی و از نگاه دیگه دستاوردهای بسیار خوبی داشته باعث از این میشه، چی باعث از این میشه که یکم یک جوان موفق دست به این کارها میزنه؟ باید خود آمریکا اینجا چی کنه؟ اما دو چیزی که مثلا میتونه در گفتمان مهاجرت آمریکا تاثیرگذار باشه این واقعه و در گفتمان تقلیل سازی بودجه دفاعی خود آمریکا میتونه هم تاثیرگذار باشه. پس آقای هاشمی، اگر ثابت شوه که این افراد با القاعده رابطه داشتن، در سیاست جنگی آمریکا در برابر هراس افغانی مخصوصا در سیاست خارجیشون تغییراتی وارد میشه؟ خب این عنوان ارتباط خب میشه گفت که الهام هم بتونن بگیرن، چنین چیزی هم میشه مطرح کرد که خب در دنیای امروز بر اثر جهانی شدن چنین چیزی دور از ذهن نیست که افرادی الهام گرفته باشن از القاعده بدون ارتباط مستقیم خودی گروه. من فکر میکنم پیامدی که داره روی قدرت‌های کلانی مثل روسیه هم هست. من فکر میکنم پیغام هم حتی برای از اون غیر مستقیم داره. فقط یک چیزی از صحبت‌های من، هیچ وقت من نمیخوام به سمت تئوری توته برم، این در ذهن من نیست و من طرفدار این نظریه هم نیستم، اما من فکر میکنم برای قدرت‌های کلانی مثل روسیه هم پیغام داره که در همسایگی اینا چچن هست و این تفکرات یا مبارزه با تروریسم باید یک اجماع جهانی وجود داشته باشه. برای قدرت‌های مثل روسیه هم به نظر من از طرف آمریکای پیغام میتونه از این داده بشه و خود آمریکا هم در صدر سیاست خارجیش به عقیده من در دهه پیش رو هم باز مبارزه با تروریسم معنادار خواهد بود و جهت میده به سیاست خارجی یک کشور. اما منظور من از تاثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا جهش یکباره نبوده است. من فکر می‌کنم همون قسمی که در سال 2001 11 سپتامبر اتفاق میفته و جهت اساسی میده به سیاست خارجی آمریکا در قرن 21، واقعی هم که در بوستون اتفاق میفته امتداد یا در واقع شکل دهنده باز هم به اون سیاست خارجی خواهد بود. اما مسئله اساسی که وجود داره تشخیص حالا این رد میتین به
حادثه‌ای که در گذشته در سال 2001 صورت گرفته. من می‌خوام بگم که تفاوت‌ها ما بین تفکری که غرب وارد جهان اسلام می‌کند یا از جدی‌تر بگم بحث مدرنیسم و سنت، این تفاوت‌ها تفاوت‌های اساسی است. عکس العملی هم که القاعده نشان میده و رفتاری که تروریست نشان میده پاسخی است به همین تفکر مدرن که از طرف دنیای غرب وارد جهان اسلام شده و این مدرنیسم تفاوت‌ها رو بیشتر نمایان ساخته است. حال شما با هر هویت و در هر کجا از جغرافی جهان که قرار گرفته باشیم میتونین این تحت تاثیر این تفاوت‌ها قرار بگیرین، چه شما یک چچنی تبار در آمریکا باشین چه یک پاکستانی در اسلام آباد. به عقیده من وقتی که شما از لحاظ هویتی دچار چنین تضاد باشین هر کدوم تبدیل میشین به عناصری که میتونه اقدام کنه علیه منافع غرب. اما چه راهبردی در واقع وجود داره؟ به نظر من تا زمانی که تفاوت‌ها خصوصا از لحاظ اقتصادی در فضایی که ما بین غرب و جهان اسلام است از بین نره، چنین حوادثی چی در کابل باشه چی در اسلام آباد باشه و چی در خود واشنگتن یا بوستون باشه بازم قابلیت اتفاق افتاده. حالا این را میگن که زنگ خطری برای آمریکا بوده، فکر میکنین که میخوای آمریکا چه کاری انجام بده؟ اون پرسش رو از شما میخوام بپرسم که چه تغییر میکنه؟ من فکر میکنم اگر اثباتم باشه که این دو نفر ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم الهام گرفته از گروه تروریستی بوده باشن اسلامگرا، من فکر میکنم جامعه یا جامعه شناسان یا نخبگان آمریکا آنقدر هوشیار هستن که این بحران در جامعه خودشون به شدت خلق نکنن. باورم بر ایست که احتمالاً ارتباط مستقیم داده نمیشه ما بین این افراد با گروه‌های تروریستی اسلامگرا، ولی در ذهنیت جامعه آمریکا چنین چیزی به عقیده من باقی خواهند ماند و این ذهنیت جامعه آمریکا در آینده هم بر سیاست خارجی و سیاستمداران آمریکا تاثیر خواهد داشت. آقای صبوری، تبعات این بمب‌گذاری چه خواهد بود و فکر میکنین که این ربط داده میشه بیشتر بر ازی که امکان داره آمریکا سختگیری‌های را وضع کنه در قانون مهاجرت؟ چه مشکلاتی را پیش خواهد کرد برای پناهجویانی که در آمریکا هست؟ در ارتباط به قانون مهاجرت من فکر میکنم قانون مهاجرت آمریکا ممکن تغییرات بسیار جدی نبه، به خاطر از اینکه اگر واقعا تغییرات بسیار جدی می آمد باید از 2001 شروع می شد، واقعا به خاطر از اینکه 2001 یک نقطه تغییر بود در تاریخ آمریکا. ما فکر می کنم بسیار تغییرات بنیادی نخواهد، ولی بعض قیودات بالای کسانی که از بیرون میان داخل آمریکا میشن و بلاو بش در چوکات تحصیل هستن و یا در چوکات مهاجرین هستن، چه قانونی و یا چه غیر قانونی، و یا کسایی که در فلحال در آمریکا زندگی میکنن و خصوصا او کسایی که امکان داره در گذشته یا روابط مشکوک یا روابط مستقیم و یا غیر مستقیم و یا بعضی دیدگاه های افراطی شاید داشته باشن، شاید اونا بیشتر در رادار استخباراتی داخل رادار استخباراتی از اینا شوند و یا ایست که بیشتر از اینا بازجویی های صورت بگیره و یا هم رفت آمد از اینا همیشه زیر نظارت شد. ولی من بیشتر به این موافق نیستم که یعنی بسیار تغییرات بنیادی، به خاطر که خود آمریکا کشور مهاجرپذیر است و اون آوردن در آینده ها از درون آسیب پذیر نباشه، مثلا مثل این چنین رویدادها چه کار میخوای آمریکا انجام بده؟ آقای صبوری، من فکر میکنم تا جایی که امکان داره آمریکا کوشش خود میکنه که از این وقایع جلوگیری کنه، ولی در چیزی که خود آمریکا هم به او معتقد هستن و فکر میکنن چه تغییر کنه که بتونن جلوگیری کنن. جلوگیریش بسیار مشکل، به خاطر که خود یک موضوعی که میخواستم اشاره کنم این است که خود آمریکایی به این معتقد هستن که یک چیزی که اونا ندارن او استخبارات انسانی است یا هیومن اینتلیجنس، از لحاظ تکنولوژی بسیار خوب هستن، ولی چیزی که اینا بتونه در بین مردم نفوذ کنه و واقعا اون معلومات را که اینا ضرورت دارن پیدا کنن و برن ببینن که کی با کی ارتباط داره، من فکر میکنم یکی از کمبودهای بسیار اساسی دولت آمریکا است که خود جنرالان از جنرال 4 ستاره حالا در درون آمریکا گفته میشه که برای جلوگیری کارهای باید آمریکا انجام بده. آقای شجاع پیشتر اشاره کردن که امکان داره بازنگری کنن قانون مهاجرت و نکات دیگری هم گفتن که اگر این افراد رابطه داشته باشن با گروه القاعده امکان داره سیاست جنگیشان هم
تغییر کنه. به نظر شما بیشتر کدام نکته قابل توجه است برای تغییر؟ من فکر میکنم بعضی تغییرات هم رقمی که پیشتر گفتم، تغییرات بنیادی را شما توقع کردن نمیتونید که از یک حادثه بسیار خرده که با وجود از اینکه انعکاس بسیار کلان داشت، ولی یک حادثه به نظر من در مقایسه با حادثات گذشته یک حادثه بسیار خرد بود. من فکر میکنم ممکن بعضی قیودات را ایجاد کنه، بعضی کسایی که هم رقمی که پیشتر گفتم روابط مشکوک در سابقه و یا فعلا دارن زیر یعنی رادار از اینا زیر رادار بین و دولت امریکا و خصوصا وزارت امنیت داخلی از این متوجه. ولی من فکر نمی کنم که قدر تغییرات بسیار بنیادی را که ما توقع داریم در مجموع به، ولی یک زنگ خطر است. امریکا خصوصا وزارت امنیت داخلی از این متوجه میشه، کوشش میکنن سرحدهای خود بیشتر حمایت کنن از لحاظ امنیتی، کوشش میکنن کسایی که مشکوک هستن اونا را بیشتر متوجه از اونا باشن. ولی از او بیشتر من توقع ندارم که امریکا تمام گزینه‌هایی را که داشت، تمام کارهایی را که کرد، فکر میکنم انجام دادن. آقای حسنیوری، در اخیر از شما میخوایم بپرسم که به خاطر از اینکه بتونن در آینده ها از چنین حادثه‌های جلوگیری کنن، چه اقداماتی را روی دست خواهد گرفت آمریکا؟ ببینیم، بایستی به این واقعیت توجه کرد که جمعیت آمریکا بیش از 300 میلیون نفره. معناش این هست که نمیشود چنین جامعه‌ای رو، به خصوص یک جامعه بازی نظیر جامعه آمریکا رو، تحت فشار قرار داد و برای هر نفر یک پلیس تعیین کرد. در نتیجه اونچه که آمریکا، و فراموش هم نکنیم که آمریکا به هر تقدیر دارای تشکیلاتی است، دارای سازمان‌هایی است که هر کسی میتونه به اونها مراجعه بکنه و از دولت شکایت بکنه که دولت مزاحم وضعیتش میشه. به همین خاطر به عنوان نمونه امروز در بحث سلاح، این اسلحه هایی که در آمریکا وجود داره، حتی دولت آمریکا، اوباما و کابینه اوباما نمیتونه کار جدی انجام بده به خاطر اینکه دادگاه وجود داره و مردم به این دادگاه ها مراجعه میکنن. منتها اون چیزی که میشود انجام داد در آمریکا این هست که رابطه بهتری رو بین FBI، پلیس محلی و دولت فدرال به طور کلی با گروه های مختلف، گروه های مهاجر برقرار کرد، و این کاری که البته شروع شده، بیش از 10 سال در این زمینه دارن کار میکنن، منتها بایستی بیشتر در این زمینه کار کرد. چیزی که غیر ممکن هست که یک قدرت، هر کشوری که قدرتمندترین کشور جهان هم بتونه انجام بده، این هست که نمیشود افکار مردم رو خوند. به عنوان نمونه، این دو جوانی که در این مورد این مشکل رو به وجود آوردن، اینها کسانی بودند که وارد جامعه‌ای شدند که جامعه بازی است که این جوانان تونستن در اونجا تا حدی شکوفا بشن، به همونطوری که یکی از مهمانان محترم شما اشاره کردن، وارد ورزش بشوند، در مدرسه نمرات خوبی، نتیجه خوب بگیرند، و چون این افرادی رو نمیتوان اساساً جز به اصطلاح تهدیدهای آینده به حساب آورد، و به همین خاطری که مشکلی که دولت آمریکا بتونه در این زمینه کاری انجام بده. تنها کاری که میشود کرد این است که از نظر آموزش، خانواده ها به فرزندان خود بفهمانند و مدارس همچنین بفهمانند که در چه جامعه ای زندگی میکنند، چه مسئولیت هایی دارند، چه محدودیت هایی دارند و تا چه حدی میتوان در این زمینه ها عمل انجام داد. خیلی سپاس از حضور همه در این بس و همچنان از شما بیننده عزیز. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، شب خوش، خدا نگهدار.